1383 سال از واقعه عاشورا می گذرد، اما همچنان داغ این مصیبت عظما در دل شیعیان وجود دارد و لذا مجالس و مراسم مختلف عزاداری در نقاط و شهرها و کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. بر همین اساس روز جمعه برابر با 21 مرداد 1401 عزای بنی اسد در شهر مقدس کربلا با حضور 118 موکب عزاداری برگزار شد. عزای بنی اسد هر سال در ظهر روز 13 محرم بعد از اقامه نماز ظهر و عصر با حضور بانوان عشایر اطراف شهر مقدس کربلا که اکثرا متعلق به قبیله بنی اسد هستند برپا می گردد. پیشینه این عزا به 3 روز بعد از واقعه کربلا در سال 61 هجری باز می گردد. زمانی که زنان بادیه نشین قبیله بنی اسد خود را به پیکرهای مطهر شهدای کربلا رساندند و بعد از ایشان مردان بادیه به آنها ملحق شدند و به همراه امام سجاد علیه السلام که به معجزه الهی در سرزمین کربلا حضور یافتند پیکر شهدا را دفن کردند. در یکی از فرازهای زیارت ناحیه مقدسه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خطاب به امام حسین علیه السلام می‌فرماید: سلام بر کسی که روستاییان او را دفن کردند. بسیاری از شیعیان از سراسر جهان جهت مشارکت در این عزا خود را به شهر مقدس کربلا رساندند. هنگام انجام این عزا حرم امام حسین علیه السلام برای بانوان قرق شد. بعد از بانوان مردان قبیله بنی اسد و عشایر اطراف کربلا وارد حرم مطهر شده و به تشییع جنازه نمادین و گریه و عزا بر سید و سالار شهیدان و یاران ایشان پرداختند. لازم به ذکر است عزای بنی اسد از ساعت 12:20 به وقت شهر مقدس کربلا شروع شد و به مدت 4:15 ادامه یافت. مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام همچون سنوات گذشته این مراسم را به صورت زنده پوشش داد. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.